مدارکی که مرکز منطقه شیکاگو ارائه میده از طریق دولت ایالات متحده قبولی میگیره. آیا شما فکر میکنید دولت ایالات متحده اجازه میدهد به همچین حرفایی که زده میشه؟ 30,000 دلار زمین بگیرید شما به 70 نفر وثیقه بدید؟ فکر کنید. آیا کسی روی وبسایت اصلی دولت ایالات متحده وزارت امنیتش رفته ببینه که مرکز منطقه شیکاگو اونجا هستش و طاهر کاملی به عنوان مدیر عاملش جلوشه؟ چک کنید. آیا کسی مدارکی رو که ارائه داده شده دیده است؟ آن اشخاصی که همچین حرفی رو زدند که 30,000 دلار زمین رو به 70 نفر دارن میدن، میدونید؟ و ما هم تشکر کردیم در عرض 2-3 هفته اخیر که 70 تا پر شدش از طریق موکلای ایرانی، چینی، ویتنامی و ادامه پیدا کرد. پارو برژه های بعدی حالا خواهن اومدش. میدونید توی جامعه ایرانی چیزی که من تقریبا امسال داره 40 سالم میشه، در 40 سالی که از عمر من گذشته یاد گرفتم، ماها سعی میکنیم به جای اینکه کمک بکنیم از کسی که ممکنه که پیروز شده باشه، از یک پروژه‌ای که خوب باشه، بگیم اون چی کار کرده، ما بریم از اون یاد بگیریم، ببینیم چه چیزهایی بوده ما خودمون رو بهتر بکنیم. نه، تو سر پروژه میزنیم، دروغ میگیم، اشخاص دیگر رو پایین میاریم که خودمون رو بالا جلوه بدیم. ببینید، فکر کنید، نه فقط مرکز منطقه شیکاگو، نه فقط در مورد طاهر کاملی، ببینید فقط توی گروه خودتون، توی دوستان خودتون، خودتون چند بار این کارو کردید؟ خودتون جوابشو ندینا، میدونید جوری همسرتون نشستین، بچه‌هاتون هست، فقط در مورد فکر کنید دقیقه. به جای اینکه ما ببینیم چرا ممکنه این پروژه مرکز منطقه شیکاگو خوب باشه، چرا آقای کاملی پروژه‌ای درست کرده فقط برای ایرانی‌ها، چرا؟ چون که شمای ایرانی که 1.5 سال دیرتر از چینی وارد آمریکا میشید، شمای ایرانی که 1 سال دیرتر از یک انگلیسی وارد آمریکا میشید، زمانی که پروژه داره کار ایجاد میکنه، نداشتن کارمند اندازه کافی بر ضد شما استفاده نشه. یعنی چی؟ یک پروژه‌ای که 50 تا سرمایه‌گذار برای EB5 می‌خواد، هر کسی زودتر وارد پروژه بشه به عنوان سرمایه‌گذار، کارمندهایی رو که ایجاد شده رو ور می‌داره و گرین کارت 2 سالش رو تبدیل به 10 ساله می‌کنه. کسانی که در مورد EB5 می‌دونن متوجه میشن من چی میگم. اگه متوجه نمی‌شین ما زنگ می‌زنیم من بهتون توضیح میدم. اگر پروژه 500 تا کارمند بخواد که باید ارائه بده، اگر 340 تا کارمند در عرض 2 سال داشته باشه، به جای اینکه 50 نفر سرمایه گذار گرین کارتشون رو بگیرن، 34 نفر گرین کارت میگیرن، اون 16 نفر دیگه اخراج میشن. تعارف نداره، کارمند 10 کارمند برای هر سرمایه گذار خارجی. توی اکثر پروژه ها که خارج ایرانی و غیر ایرانی درش هستن، قاعدتاً ایرانی ها آخر پروژه وارد میشن، چون طول میکشه. 10 دقیقه پیش بهتون میگفتم از زمانی هم که شما کنسولگری آمریکا تشریف ببرید، در اون موقع هم انگشت نگاریتون رو انجام بدین، ممکنه یه هفته، ممکنه 1 سال طول بکشه شما وارد آمریکا بشید. از زمانی که وارد آمریکا میشید، 2 سال، در عرض 2 سال باید که پروژه برای شما 10 تا کار ایجاد کرده باشه. حال قاعدتاً در اون پروژه ها که ایرانی ها و غیر ایرانی هستن، ایرانی ها آخر وارد میشن، آخرین سرمایه گذارها هستن که وارد میشن. بدین جهت اگه پروژه کار ایجاد نکنه شما اخراج میشید. کسی اینو به شما توضیح داده؟ ما بله، من خب بذارید راحت بهتون بگم، ما بعضی از پروژه ها رو فقط میذاریم برای ایرانی ها، چون که ایرانی هایی که الان وارد پروژه میشن برای پروژه X بگیم، 4 تا 5 ماه ما سرمایه گذارا رو روی هم میذاریم، وارد پروژه میشن، همه تون با هم میرین افک، همه تون با هم از افک میایین بیرون، همه تون با هم وارد اداره مهاجرت میشین. قاعدتا از اداره مهاجرت در یک پنجره زمانی 30 روز تا 120 روز میایین بیرون، با هم تقریبا در آن پنجره میرین کنسولگری آمریکا، با هم همتون وارد آمریکا میشین، در عرض
ممکن سرمایه گذار اول امروز وارد شه، سرمایه گذار آخر 5 ماه بعد وارد شه. ولی پروژه وقتی کار ایجاد میکنه برای همه تون با هم ایجاد میکنه. و برای همین میگم پروژه های کوچیکتر سرمایه گذاری کنید که پروژه بتونه جوابگوی شما باشه. شمایی که سرمایه گذار هستین وارد اینجا میشید، برای پروژه هایی رو بعد انتخاب کنید که پروژه بتونه جوابگوی همه تون باشه. ولی اینو بهتون قول میدم، من پروژه هایی که سرمایه گذارهای ایرانی رو، سوری رو، کوبایی رو، جاهایی که تحریم اقتصادی بر ایالات متحده و علیهشون داره، با غیر اون کشورها یعنی چین، انگلستان، تمام دنیا سرمایه گذارهایی که از این کشوری تحریم شده هستن قاطی کنه، شمایی که از اون کشور تحریم شده دارین میایین مشکل خواهید پیدا کرد. الان فکر نکنید، فکر 4 سال دیگه باشین، فکر 5 سال دیگه باشین. همسرتون و بچه‌ها رو همه رو از ایران آوردین بیرون، ایالات متحده هستید، دارین زندگی میکنید، بعد از 3 سال پروژه میاد میگه معذرت میخوام، برای شما نتونستیم کار ایجاد کنیم، برای بقیه کردیم ها، برای شما نمیدیم چون که شما آخرین نفری هستی که وارد شدید. نکنید. میدونید برنامه ها رو باید درست انجام داد. ما الان داریم فکر پروژه های جدیدی که به شما ارائه بدیم، بذاریم سرمایه گذارهای ایرانی اول وارد بشن، یه چیزی در حدود سرمایه، اگه 25 نفر پروژه میخواد، سرمایه گذار ایران 1 تا 15 بذاریم، افک اقدام بکنیم، بعد از اون سرمایه گذاری خارجی رو بذاریم که باز هم همتون با هم وارد شین. ببینید درست کردن پروژه بسیار سخته، به این سادگی نیستش که یه روز آدم بلند شه این کار انجام بده. و عزیزان تمام پروژه ها زیر نظر دولت ایالات متحده باید قبول بشن. من مرکز منطقه شیکاگو به شما گرین کارت نمیدیم، دولت ایالات متحده اون گرین کارت رو به شما ارائه میده. روی این حساب انتخاب پروژه و دانستن موادی که در هر پروژه هست، هر پروژه‌ای فرق داره، هر قسمتش رو دونستن خیلی مهمه. خیلی صحبت رو هستش خدمتتون بگم، ولی میدونم که الان وقتمون تقریبا به پایان رسیده و باید که از شما خداحافظی کنم تا جلسه بعد. ولی که نیزان هر گونه سوالی که داشتید خوب هستش با مشاورین خودتون، با وکلای خودتون صحبت بکنید و همه رو بغل هم بذارید و تصمیم بگیرید، چون که اطلاعات داشتن مهمترین قسمت مهاجرت هستش. ممکنه بعد از اینکه همه اطلاعات رو پلو هم گذاشتین متوجه بشین که آمریکا ممکنه برای شما و خانوادهتون خوب نباشه، کانادا خوب باشه، دبی خوب باشه، مالزی خوب باشه، نمیدونم، ولی اطلاعات داشتن بسیار خوب هستش، چون تصمیمی که امروز شما میگیرین تصمیم یک عمر و برای فرداهای بهتر هستش. قدم امروزتون رو محکم بردارید. از اینکه وقتتون رو من دادید متشکرم. تا جلسه بعد که با هم گفتگویی داشته باشیم، برای شما عزیزان شبها و روزهای بسیار عالی رو آرزو میکنم. متشکرم. مرسی. فصل جدیدی قرار جدیدی قرار جدیدی قرار جدیدی در قلب تو ها کن غم دل تو رها کن بذار دستا تو تو دستای من عشق و صدا کن شب ماه و ستاره خوشی بر سر کاره پس عشق کن و دست بزن و شادی به پا کن بردارو چه دیدی گذشته ها گذشته به آینده نگاه کن بردارو چه دیدی بردارو چه دیدی
قلب تو با کن، غم دل تو رها کن، بذار دست تو تو دستای من، عشق و صدا کن، شب ماه و ستاره، خوشی بر سر کاره، پس عشق کن و دست بزن و شادی به پا کن، بردار و چه دیگه.